سلام، چه خبر است؟ نتبال دیگر تقدیم شما میشه و از شما میخوایم هیجان رو که ما اینجا تجربه میکنیم بیننده باشید تا پایان. و تلاش میکنیم که هر بار این بازی را در مکانهای متفاوته با افراد متفاوته اجرا کنیم. و در برنامه امروزی باز هم تنها نیستم و یک مهمان عزیز مرا همراهی میکنم. خانم سارا کریمی، رئیس افغان فیلم و یا هم سینمای افغانستان. سپاس از اینکه وقت گذاشتید برای ما. خواهش میکنم. آماده هستید بازی شروع کنیم؟ بله. پارتنر خوبی هستیم یا نه؟ نه، مقصد زیاد یاد ندارم، چون یکی دو باریم که رفتم فقط از روی شوق و سرگرمی رفتم، ولی خب قاعده بازی رو خیلی نمیفهمم. وقتی شما قاعده بازی رو نفهمید همیشه امکان باختتان زیاد است، مگر اینکه شانس با شما یاری کنه و شما برنده شد. پس از شروع باخت قبول می‌کنید؟ قاعده رو یاد ندارم. بعد جرمان هم تعیین می‌کنه خودتان یا من واسه می‌کنم؟ شما تعیین کنید. از در ختم برنامه باز پشت صحنه دوباره تعیین کرد، درست است؟ خب است، بریم بازی شروع کنیم. بیننده عزیز، شما ما رو همچنان دنبال کنیم و ببینیم تا ختم برنامه چه خواهد شد. یک سایز 11 و یک هم سایز 9 و کدامش زور دست شما میرسه؟ به نظر من 9 بهتره چون سبکتر است. آره دقیقاً. خب 11 یکم سنگین هست. بیننده‌ای عزیز، قسمی که شما فضا رو می‌بینیم و سایزی که ما انتخاب کردیم برای بازی امروز خیلی جالب هست. فقط باید خیلی احتیاط کنیم خانم شهرا که تو ما از محوطه بیرون نره، چون ممکن در پایین خیلی آسیب ببینه. فقط با همینقدر تلاش کنیم که نزدیک پناه باشن خوب تر است. خب پس تو سایز رو سلام شما آخر برنامه بتونم جست بگیر کن. خب وزیر خانه سهرا شروع میکنه و من بینم که اولی شد چطور شد؟ اکسترایک و اولین شد عالی بود. من بگم میکنم که باخت من رو قبول میکنم نه شما. خب من کم چی میگم؟ اعتماد به نفسم از دست دادم؟ اعتماد نداره. شما برنده ببینیم. امیدوارم مساوی بشه. در یک فضای قرار گرفتیم که برخلاف قوانین بالینگ، یعنی در سالن خود بالینگ نیست یا بالینگ سنتر نیست، ما فضای بیرون انتخاب کردیم برای که برای شما بتونیم یک تجربه متفاوت رو نشان بدیم و به همین دلیل یکم همکار ما بیشتر به زحمت میشن. من خب بولینگ نکردم، قواعدش نمیفهمم، ولی چون من ریاضی و فیزیک خواندم همیشه زاویه رو در نظر بگیریم. خب چون وقتی که زاویه رو در نظر بگیرین، شما وقتی میخوای که وسط رو بزنی به نظر من از وسط نباید شروع بکنی. من نمیفهمم قبول، مثلا از اینجا شروع بکنین که زاویه تان بتونه چون شما زاویه دستتون رو باید درست. اون رو من نمیفهمم. من فقط چون ریاضی و فیزیک خواندم زاویه همینطور است. همینطور است. در بالینگ سنتر هم نقطه‌های مشخص در روی تخته بالینگ گذاشتن برای اینکه بتونیم زاویه رو انتخاب کنیم و در وسط هم تیرک‌های مشخص است که تیر وسطی یکم بزرگتر از تفاوت داره. خب نظر به اینکه گفتم مکان متفاوته، بالینگ هم برای من یکم سخت شده و فکر کنم که تا آخر برنامه نمیتونم اکسترای کنم. خانم سهرا اگر قرار باشی رقمی پیش برین من دیگه اصلا بازی نمی کنم. بازم اکسترای شد. آفرین به خود من. قبول. حالا رقابتی شد و من شدید رقابتی. آدم رقابت است. شدید. خب پس من باید خیلی من دیگه در فضای باز بازی میکنم، اصلا در بالینگ سنتر نمیرم چون اینجا راحت تر آدم برنده میشه. شرایط بازی رو عوض کردیم، فضای بازی رو عوض کردیم. فکر میکنم که انشتین گفته بود که
انقدر تلاش کن که قاعده بازی را انقدر خوب چی بکنی، یاد بگیری که بعدا خودت بتونی قاعده ساز باشی. قاعده ساز باشی. منفی سه و استرایک نشد. آفرین بخونم. زاویه رو ببینین دیگه، چینل یوتیوب ما رو چی میگن سرچ کنین، پیدا کنین، سابسکرایب کنین، ویدیو رو ببینین، برنامه لتس بال رو ببینین، اسپورت پلاس رو ببینین. چک از تای دل بود و واقعا به خاطر اینکه استرایک کردین خوشحال شدم، به خاطر از اینکه باعث میشه که من شات بعدی رو با دقت تمام بزنم. آخرین شانس و آخرین فرصت استفاده خوبی بود. خب است. پس من با آخرین شانس من امتحان می‌کنم. اکسترایک. بازی که کرونا است ولی ها. بازی خوب بود. تشکر از دعوتتون. خواهش می‌کنم. به زمان آن رسیده تا خانم طهرا کریمی به سری پرسش‌های من و از شما پاسخ بده. خیلی سپاس از اینکه امروز وقت گذاشتین و البته ما رو انتخاب کردین و بیننده‌های زاویه میدیا را. چرا افغان فیلم و نه سینمای افغانستان؟ اسم یک اداره است. اسم یک اداره است و گذاشته شده. در واقع شاید مثلا در تاجیکستان شما تاجیک فیلم دارین. و در افغانستان مثلا اگر استانش رو بردارن افغان میشه افغان فیلم. به نظر من بعضی اسم‌ها بیایم از کنار تعصب‌ها بگذاریم، بعضی اسم‌ها هویت و اصالت یک مکانی هستن. مهمترین تغییرات رو که وارد سینمای افغانستان کردیم و مشخصاً اداره افغان فیلم چه ها بوده؟ به نظر من خب ما کارهای خیلی زیادی انجام میدیم. وقتی شما در یک اداره کار میکنین که هم صنعت هست و هم فرهنگ و هم هنر، خب به هر حال و سالها در اون هیچ کاری نشده، عملا در 20 سال گذشته هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بجز در اوائل که فیلم اسامه ساخته شد به کارگردانی صدیق برمک. ببینین ما باید کارهای بنیادی انجام بدیم، کارهایی که ممکن است که خیلی دیر زمانی طول بکشه تا تیتر شوند ولی از لحاظ بنیادی ریشه‌ای سینمای افغانستان را تغییر بدن. مثلا مهمتر از همه که نام افغان فیلم زنده شد، یعنی با آمدن شما میشه گفت که آمدن من یک بهانه شد. آمدن شما یک بهانه شد. خیلی بهانه شد. گفته شده که شما در خیلی از موارد در فضای کاری مشخصا افغان فیلم متاسف هستیم که گپم میزنم، اما چون این پرسش از بیننده ها گرفتم گفتم سلیقه‌ای برخورد میکنیم. تعبیر شما از این جمله چی هست؟ سلیقه‌ای من نمیدونم سلیقه منظورشون چه. سلیقه‌ای زمانی است که شما وارد یک اداره میشین و افراد را نصب و مثلا بیرون میکنین، یک افراد به دلخواه خودتان میاد. من هیچ فردی را تا به امروز نه اخراج کردم و نه به دلخواه خودم آوردم. یه ظرف یک سال هیچ فردی از افغان فیلم اخراج نشده. اخراج نشده. اگر که اتفاقا کسایی که بستهایشان در انتظار بوده و اخراجی بودن و من پس آوردم سر جایشان، به خاطر اینکه من احترام به نوستالژیشان گذاشتم، من احترام به در واقع به کارهایی که انجام میدن. من اصلا آدم میتونم با صراحت بگویم، خب من اصلا آدم نه اهل فساد اخلاقی هستم، نه اهل فساد اداری هستم، نه اهل فساد مدیریتی هستم، نه اهل فساد مالی هستم. ببینیم سر پرسش بعدی. حیاتی که در گزینش فیلم از افغانستان برای اسکار حضور دارن، کیها هستن و بر چه اساس در این برش شامل شدن؟ شما در او ارتباط اطلاعات دارین؟ تا کنون اصلا کسانی که نماینده معرفی
فیلم ها برای اسکار از اتحادیه سینماگران بودن که اصلا ربطی به ما نداره، به افغان فیلم با... فیلم اصلا به ما نداره، ما اصلا کاری به اونا نداریم. نظر شما در مورد اینکه چرا در 20 سال اخیر دید خانواده افغان نسبت به رفتن به سینما در جامعه افغانستان تغییر نکرده چیست؟ ببینید در عرصه سینما و مخصوصا صنعت و هنر فیلمسازی در افغانستان در 18 سال پیش واقعا جفا شده. خب خارجی ها و یا دونر ها اونها هیچ وقت نمیان در عرصه فرهنگ سرمایه گذاری کنن، چون شما وقت فرهنگ یک کشور بالا بره که سینما بخشی از اون هست، در واقع اون دیگه اون مردم نمیان فقط از روی احساسات فکر کنن، میان خب به هر حال میبینن اصلیت کار رو، اصلیت کار رو میبینن. ولی از طرف دولت هم نشد و تنها تغییری که در زمینه سینما، یعنی توجهی که راجع به سینما شده در همین یک سال اخیر است که اولا که آمدن مدیریت افغان فیلم را کاملا تغییر دادن، گفتن که یک کسی را بیاره که نوآوری داشته باشه، که میگم من از طریق رقابت آزاد آمده، یعنی عملا قبل از من همیشه کسایی که می آمدن از طریق امتحان نمی آمدن. امید برای وجود داره که سینمای افغانستان در رده سینمای بزرگ جهان قرار بگیره. بله. و اگر ای امید وجود داره فکر میکنین چند سال دیگه کنم؟ من یک چیز رو میخوام براتون بگویم و خیلی صادقانه میگویم، خب و امیدوارم اصلا که کاتم نشه، مطمئن نشه. اگر من به حال خودم بگذارم، من یه صحرا کریمی را به حال خودم بگذارم، حاشیه برام نسازن، بهانه برام نسازن، حاشیه هم سیاسی هم اجتماعی هم همه چی، اگر من به حال خودم بگذارم، من برای شما قول میدم و قول زنانه میدم به زنانگی که من تا 3-4 سال بعد سینمای افغانستان دگرگون میکنم اگر من رو به حال خودم بگذارن. خیلی شاکی هستن که چرا هنوز در افغان فیلم کسایی حضور دارن که از صنعت فیلم سازی و سینما بو نمیدن. بسیار کسایی که قدیمی هایی که در افغان فیلم بودن دیگه نیستن، یعنی شما الان بیان افغان فیلم رو ببینید خیلی تغییر کرده. شما صحبت خودتان را دوباره چی کردین نازی؟ در ابتدا گفتین که در این مدت یک سال هیچ کسی از سینما اخراج نشده، از افغان فیلم، و هیچ کسی وارد نشد. ببین نه وارد شده. چرا وارد شده؟ چون پروسه ادامه داره. 3 نفر متعلق. شما شخصی وارد نکردین؟ نه من هیچ وقت شخصی. درست. من هیچ وقت ببین من حتی یک نفر رو نیاوردم. ببین این بس رو، چون این بس خالیه تو بگیر، چون تو مثلا دوست منی یا فامیل. من اصلا عادت ندارم. دو اینو میپذیرین که ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم، که در حال حاضر در افغان فیلم کسایی وجود دارن که از صنعت فیلمسازی درست چیزی نمیفهمن و درک کامل ندارن. در حال حاضر کسایی که در افغان فیلم هستن و ماندن از قدیمی ها، همشون کسایی هستن که از سینما میفهمن اما به روز نیستن. این بروز بودن، ببین سینما از نگاتیو و اینها اومد به وارد دیجیتال شد. خب دنیای دیجیتال دنیای دیگه است و کسای اونجا کار میکنن که در واقع با دوربین فیلمبرداری، یعنی فیلمبرداری کردن، تصویربرداری نکردن، فیلمبرداری، یعنی با فیلم، با نگاتیو فیلم کار کردن. من احساس میکنم که چون آپدیت نشدن، چون کار نکردن، چون هیچ وقت مثلا نیومدن که به روز شون، قدیمی باقی ماندن. و حالا مشخصا در مورد خود شما پرسیدم که من دریافت کردم در ارتباط با خود شما، میگم از اولی زیباترین شهری که داخل افغانستان باشه و یا هم بیرون از افغانستان و خاطرات زیبایی از باشه باشه که هرگز میگین فراموشتون نمیشه. بدخشان حت میزدن. درآمدتون از آدرس سینمای افغانستان چقدر است؟ درآمد من از افغان فیلم تا یک ماه دو ماه پیش ماه 18000 افغانی بود، به اضافه 6000 به خاطر دکترایم و یک اضافه کاری که بود. من تا من چون فیلمساز مستقل هستم، در واقع وقتی کارگردانی میکنم از فیلمم چی میکنم؟ از فیلمم یعنی از به خاطر کارگردانی میگیرم. عشق برای صحرا در یک جمله. یک جمله خیلی کوتاه. زخم ناسور. چند شخصیت رو که من اسم میبرم به ترتیب توصیف کنید. حسیبه ابراهیمی، دختر خیلی بااستعدادیه. نیکی کریمی یک بازیگر خیلی خوب ایرانی است و کارگردان این رسم. ما خیلی افتخار داشتیم که ایشان رفتن و فیلم هوا و مریم و عایشه مرد در سینما در ایران دیدن و راجبش نظر دادن. آنجلینا جولی، فکر میکنم یک زنی است که خیرخواه است. حسن روحانی.
حسن روحانی من هیچ نظری ناجیبش نداره به خاطر اینکه نمیشناسمش. آرزوی یک کارگردان چون شما در افغانستان. من دوستان فیلم بسازم، فیلمی در مورد قصه های مردم افغانستان بسازم و بتونم حداقل قصه های مردم را ثبت بکنم و هویت و میشه گفت که روایت جدیدی را از افغانستان به دنیا معرفی کنم. معیار اصلی شما برای انتخاب و حمایت یک فیلم از افغانستان؟ معیار ببینین داستان خوب داشته باشه، فیلمنامه خوب داشته باشه، از لحاظ تکنیکی در واقع هم فیلم برداری هم صدا برداری و همه عواملی که یک فیلم رو میسازن بتونه در سطح بالایی باشه، ولی مهم از همه این که یک داستان خوب و پردازش خوب داشته باشه. خیلی و به عنوان آخرین پرسش، صنعت فیلم افغانستان در حال حاضر در رنگ جهانی چند است؟ ما تازه یک جنبش نوی را شروع کردیم، ما کسایی که فیلم میسازیم و کم کم زمزمه این که افغانستان سینمایی داره و داستانهایی داره کم کم در دو سال اخیر در بزرگترین جشنواره های دنیا شنیده شده و امیدوار هستم که این زمزمه کم کم به گفتگو و فریاد تبدیل بشه. خیلی سپاس از وقتی که برای ما گذاشتین و ممنون از اینکه امروز اینجا حضور پیدا کردین. تشکر.